سلام، اینجا درنگ در رومی در کلاب هاست. امین فردین وایسی از نوید محمدزاده رو افشا کرد که در اون حرفهایی زده که همه کسانی که در روم بودن از تعجب جامه دریدن و در افق محو شدن. اگر میخواید بدونید این وایس لو رفته چی بوده تا پایان این ویدیو همراه ما باشین. اما قبلش اگر هنوز عضو کانال درنگ نشدین ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین تا از آخرین و تاخترین اخبار حواشی با خبر بشین. پیشا از اینکه با لایک و کامنتاتون از ما حمایت میکنین سپاسگزاری. امین فردین و بقیه دوستاش در کلاب هاوس روم میزنن تا درباره افراد مختلف افشاگری کنن. اول از همه صحبت میشه که از کی شروع کنن. جانم میگم که داستانتون با شهرام کاشانی چی بود؟ اونو افشا کنید. چی هستن شهرام کاشانی؟ آقا فروش میگم به شما چی بگم، ببخشید. چیه این که میگن بچه من نمیشناسم؟ خواننده هنشون چیه؟ بفرمایید. میشه از بازیگرانی که اعتیاد دارن یا چیزی مصرف میکنن بگیم؟ نوید محمدزاده خیلی خوبه. وقتی حرف نوید محمدزاده پیش میاد گویا یه سری های وایسی ازش شنیده بودن که حسابی شوکه‌شون کرده بود. یکی از مخاطبا گفت که به صدا نمیشه اطمینان کرد و ممکنه که یکی صدای نوید رو تقلید کرده باشه. در آخر هم به این نتیجه میرسن که صدا رو پخش کنن و مردم خودشون قضاوت کنن. صدا رو الان شاید خوب یکی صدا شبیه نوید محمدزاده باشه، وایس رو پر کنه مثلا بفرسته. از کجا معلوم خودش باشه این؟ چقدر سوال خوب پرسید. چقدر سوال میتونه اینم باشه؟ آره تقلید. خب میشه مقایسه کرد. خیلی راحت جان. میگم مثل صدای آقای گلزار که خودتون فکر کنم در مورد بله. اینا هم میتونه باشه خیلی معنی. یا خیلی از کسایی که انجام صداشون مثل صدای خود امیر فلوت که واقعا خیلی شبیه بود. آره اونا اصلا شبیه نبودن واقعا. کسایی که عده صدای امیر خان دارن واقعا شبیه نبودن. آره شاید چون من میفهمم فرق داره صدای امیر خان. نه خب به هر حال ولی مشخص بود که نیستن. نمیشه بگه 100% ولی لحن صحبت میشه. آره آره لحن صحبت. الان مثلا اینم که برای نوید محمدزاده بود این لحن صحبت نوید محمدزاده، چون ادای یکی رو در آورده خیلی راحته، چون داری از کلمه و لحن بیانش رو به هم لحنی که میگم. حالا میذاریم آقا، میذاریم و بداوری میذاریم. من یه دیگه پلی میکنم و بداوری میذاریم که خودش هست نظرتون میشه. البته یکی میگه که گویا شما میخواید برای محمدزاده حاشیه درست کنین و اذیتش کنین، ولی فردین میگه که اصلا همچین قصدی نداره و بعدش صدا رو پخش میکنه. بپرسم از خودش؟ بپرس. میتونم خودش بپرسم، من پلی میکنم. خب قضیه چیه؟ از خودش بپرسم یا نپرسم؟ یا میخوای کسی رو اذیت کنی؟ بگو نه. نه ما که خیلی اذیت نمیکنم. آره یه باید گوش بهت داره آقای بیام خارج الان و بهت میگم کی اونجاست؟ چند نفری؟ بهت میگم بپرس. نه خودش به نظر منم معلوم خودشه. از اینجا بحث شروع میشه که واقعا این خود نوید محمدزاده است یا اینکه کسی لحن و صداشو تقلید کرده و میخواد براش حاشیه درست کنه. تا خودش مگر اینکه بپرسم بخوام نظر بدم، ولی ادای لهجهشو دارن در میارن، ولی خود نوید استایل صحبتش اصلا این استایلی نیست. من دو تا موضوع دارم. یکی اینکه اولا من که میگم خودش نیست، من اولین بار خداشو در همین گذاشت روشه، اصلا قبل اینه اصلا نمیدونستم اینو میخواد پخش کنم این، ولی به نظر من خودش نیست. یک دو اگرم خودش باشه به حال همه ما توی فضایی ممکن اینجوری هم صحبت کنیم. خود منم ممکن یه جایی اصلا با یکی بحثم بشه، چهار تا وایس فوش هم واسه یارو بفرستم، چهار تا بی احترامی هم کنم. همه یعنی فکر نمی‌کنم کسی باشه این کارو نکنه. یعنی دلیل نداره که من اینم که میگم میتونه که نوید نباشه به خاطر اینه که دقیقا میدونم همچین اخلاقی نداره که مثلا تو هر جمعی بخواد یه همچین لحنی داشته باشه، همچین استایلی داشته باشه. واسه همین گفتم که میتونه نوید نباشه، چون این طرز صحبتش طرز عامیانش نیست.
دقیقاً همین، آدم توی خلوت خودش خیلی میتونه با دوستای صمیمی خودش هر کسی هر لحظه رو به کار ببره. به نظر من هم یه صدای خودشونه و یه وایسی بوده که توی جمع خیلی دوستانه و خیلی صمیمی پخش شده، یعنی اینطوری بوده و این صدای خودشونه 100 درصد. فکر کنم یکی داره خرابش میکنه، یکی قصشون. نه سفیده جان، بحث خراب کردن نیست، هر کسی توی دایره اعتماد خودش، دوستای صمیمی خودش هر جوری که بخواد، یعنی آزاده که صحبت کنه. اون کسی که اومده از اعتماد این آقا سوء استفاده کرده و وایسش رو پخش کرده، اون آدم مقصره، وگرنه آدما اون چیزی که نشون میدن با اون چیزی که توی خلوت خودشون هستن 180 درجه فرق میکنن. خب حالا من یه وایس دیگه پخش میکنم، نظرتون چیه؟ البته یهو یادش میاد که میتونه از این موضوع برای جذب ممبر برای کلاب هاوسش استفاده کنه. بذار برسیم به 2000 نفر. یه دقیقه وایسا. آه پس برسیم. آقا دوستان به علاوه رو بزنید. آقا سعید گنج. آریا را چطوری آریا؟ دوستان عزیز به علاوه رو بزنید. دوستان خودتون رو جوین بکنید. بشیم 2000 تا ادامه وایس رو براتون میذاریم. در ادامه یه وایس دیگه از نوید پلی میکنه. خیلی. بذار من یه دقیقه پلی بکنم. اول میوت میکنم. ببینم خودش بعد دوباره میکروفون باز میکنم. الان رسیدم هتل، طول اکران داشتم، بعدش با دوستان رفتم بیرون، الان رسیدم. بعد از نوید محمدزاده نوبت به میلاد کیمران میرسه که دربارش افشاگری کنن. امین آقا میلاد کیمران چیزی داری ازش؟ میلاد کیمران فیلم ازش دارم. کیمران مسافرم من بودش. کیمران که اوضاعش خیلی خیته. از کجا میدونی خانم؟ خانم از کجا؟ کی بود اینو گفت؟ این خانم کی بود؟ بیا بیا بیا. کی بود؟ تو واقعا دنبال تو بودم. مسافرم. لورا. ما چه تو باز کن. ستاره خب بگم چرا از کجا گفتی اینا رو اوضاعش خیلی خیته. من تو مهمونی ها دیدم خیلی سرگوشش میزنه. اه کدوم مهمونی؟ قشنگ توضیح بده با رسم شکل. کدوم مهمونی؟ چند تا مهمونی بوده که حالا تشریف داشتن، خیلی اصلا با ستاره اصلا فیک پاسه رازا. نه به خدا فیک نیست. آقا همین که حالا تعدید شدی. آقا بذاریم چی تو چند تا داره سب کنید تو نمیده، بگو ببینم من راستی آزمایی میکنم. خب تو میگم تو چند تا مهمونی ها دیدم که حالا به همه خط میده دیگه یه جوره. بعد چجوری خط میداد مثلا؟ به هر حال کسی که بازیگر معروفه نباید حالا تو هر جربی بخواد پیشنهاد بده، حالا از چشمک بگیری تا شماره دادن و چشمک هم میزنه. چشمک خیلی چشمک به شما میده؟ نه کلن دارم میگم، کلن سر شیطونیه. من تو چند تا مهمونی ها رو باشون برخورد داشتم. آقای میلاد کیمران مسافر من بودن توی آنسالیگا دلفین انتریا لیدرشون بودن، خیلی با شخصیت بودن، من اتاقشون رو گرفتم براشون. به شما چشمک از هر من نمیشناختمشون چون من ایران زندگی کردم. پیشنهاد بیشرمانه نکرد. گفتم من میلاد کیمران هستم. گفتم منم مهیا سهروردی هستم. بعد منو نمیشناسی؟ من بازیگرم. گفتم نه ما بازیگر اینجا زیاد داریم مسافر. بعد اسم فیلماشو به من گفتم، فقط درخواست کردن یه اتاق رو به دریا برسونن. خیلی هم با شخصیت بودن، چیزی که من دیدم. نظر شما چیه؟ به نظرتون این صدای پخش شده واقعا صدای نوید محمدزاده است؟ خوشحال میشیم نظرتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.